سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه کارون خونه خودشون جریان داره سلام فرزاد از دانتان ونکوور با ماست سلام فرهادم از هومای شهر سلام <applause> احوال شما خوبی دمه <applause> بعدی نیستی خوابالود چی دوازده ظهره چی جوری خوابیدی الان؟ دیروز یک باشده. دیروز یک زهر بلند شدی؟ شم میخوابی شبا؟ شیش صبح چرا؟ دوستت بده لایف میذاری شبا؟ نه لایف رو ریویو میخواییم موقع موقع وقت ریویو شیش صبح نه همیشه که شیش نمیخوام ولی دیشب که بازی میکردی؟ بازی و یه سری شادی و خنده فرض تو چه داری؟ منم خوبم تعطیلیم دیگه الان روز سوم تعطیلاته و روز سوم تعطیلات الان تعطیلات ایستر ایستر ولی خب ما توی تعطیلات کلا داریم به سر می‌یاریم دیگه <applause> قرنطینه است یعنی جالب بود من این هفته که تعطیلات بود روز جمعه تعطیل دوشنبه فکر کنم تعطیل آره الان آره. یکشنبه فردا فردا تعطیل شما فردا تعطیلی ما فردا تعطیلیم خوش حالتون بعد من جمعه رو که خب بلند شدم تقو مامو شروع کردم کار کردم دیدم کسی نیست گفتم خب احتمالاً یه کاری پیش اومده و خریدی چیزی چون برای اینکه اینجا بتونید خرید مناسب انجام بدید حالا اطراف ما و صبح زود برین وگرنه یعنی تو صف و اینا میمونید دیدم خب کسی از بچه ها سر کار نیست و کسی هم کار نمیکنه و همه این استاتوسا چیز قرمز خاش. و گفتم خب حالا احتمالاً دارن کار میکنن رو کامپیوتر نیومدن دیگه حالا هر چیزی بعد مثلا ظهر شد به دو تاشون زنگ زدم کسی جواب نداد مثلا سه و چهار شد یکیشون مثلا زنگ زد آره چه خبر نا گفتم آره مثلا فلان کار کردی بهموس که تعطیلی گفتم او تعطیلی نداریم دیگه شما خیلی وقت ما الان تعطیلیم اینا رو دیگه بی خیال شید بعد دوشنبه ما الان تعطیله یعنی من مثلا نمیدونستم تعطیله این تعطیلات دفعه قبل مثلا براش از هفته قبلش برنامه میریختیم که تو این تعطیلات چجوری استراحت بکنیم ولی الان رفتیم سر کار شوالتون من دوشنبه تعطیل نیستم فکر کنم خب دوستان عزیز امروز داره برگشتیم این هفته دو تا موضوع جدید میخواین با اپیزود کارون شروع بکنیم من تو بفرمایید خب این هفته میخوام راجع به قاعده بازی صحبت کنم نظر آه. به اینکه استقبال شد از مفاهیمی که مغز رو درگیر خودش میکنه اون اپیزودهایی که ما به این موضوعات صحبت کردیم گفتم این قسمت بشینیم دور هم فکر کنیم أوه. قرارم نیست موضوع خیلی خاصی باشه که مثلا مختص یه سریاز یعنی ریاضی اصلا توش نداره خدا رو, و خدا رو که همه کسایی که این قسمت رو گوش میدن میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن صد درصد یعنی میخوایم بریم یه مقدار راجع به زندگی خودمون فکر کنیم و یه سری سوالات از زندگی خودمون و تصمیمات خودمون بپرسیم رو این حساب احتمالا همه میتونن باش ارتباط برقرار کنن خب برید چه لقه دیگه بیاید من این آهنگ تام شدن اپیزود رو میذارم برید فکر کنید یکم ریزبینانه تر به مفهومی که آقای حراری به عنوان واقعیت تخیلی Imagine Reality مطرح کردن که نگاه کنیم که حالا ما هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم اپیزود 216 215 راجبش صحبت کردیم ممکنه که خودمون رو توی جای جدید پیدا کنیم که این جای جدید کجاست؟ توی یه مارپیچه خارجه میگن سپایرل که هیچ انتهایی برای مطرح کردن پرسش توش نمیشه متصور شد یعنی هیچ حد و مرزی نداره پرسش هایی که شما میتونید از خودتون بکنید توی این مسیر اگه شروع کنیم به فکر کردن یعنی چی مثلا یه سری پرسش روزمره ما ممکنه داشته باشیم که چرا درس خوندم اصلا چرا مثلا این رشته رو خوندم چرا کار میکنم چرا مثلا برم تو رابطه تشکیل خانواده بدم چرا نمیدونم گوش کردن به حرف بزرگترها ارزشه میدونی یه سری چیزایی که تو مغزمونه و میتونیم همه اینا رو سوال کنیم از خودمون اینا چیزای روزمره است این پرسش رو میتونه بنیادی تر هم بشه تا اینجا پیش بره که از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم یعنی دیگه خیلی هم عمیق میتونه بشه که اصلا چی شد اینجا چه خبره حالا جالب من اومدم اینا شعره که خب تو ذهنم بود میخواستم سرچ کنم که مطمئن باشم که دارم الفاظ درست رو به کار میبرم یعنی <تصفح> لغت پس و پیش نکنم و اینا توی گوگل نوشتم از کجا خب <تصفح> <تصفح> فکر میکنی پیشناده اولی که اومد چی بود فلان چیز بخریم مثلا نه از کجا احتمالا جنسی بوده خیلی <تصفح> چیز دانلود از رو. کجا بکنه <تصفح> سال اول از کجا بفهمیم جنین سخت شده یعنی <تصفح> 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 نمیدونم واقعا این چی بود سال دوم از کجا بفهمیم کشک خراب شده کشک ما خیلی کشک دوستی آره بعد رو این حساب من از این به بعد بهتون میگم سرچ که میکنم چند تای اولش چیا در میاد خیلی برام عجیب بود که تو بزنی از کجا بگه بفهمیم که جنین سخت شده چک نکردی؟ روش کلیک نکردم ولی راه بهتری هست دیگه احتمالا <applause> بس من نگاه میکنم آره، خیلی جالب بود آها این وسط فردریش نیچه فیلسوف چی میگه یه جمله ای داره که ممکنه کار ما رو آسون کنه ممکنه کار ما رو سخت کنه شاید این جمله رو شنیده باشید میگه که کسی که چرایی زندگی رو یافته با چگونگیش کنار میاد این مرتبط به اون چراهایی که ما میتونیم بپرسیم دیگه از خودمون که چرا مثلا درس خوندیم حالا خوندیم چرا این رشته رو خوندیم نمیدونم چرا کار کنم چرا تشکیل خانواده فلان 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 چرا این چیزا ارزشه چرا این چیزا ضد ارزشه نیچه میگه که اگه چرایی زندگی رو پیدا کرده باشید با چگونگیش کنار میای حالا این کجا میتونه کار ما راحت کنه گفته چی جایی که ما چرایی این سوالات رو داشته باشیم ولی کجا میتونه وحشتناک سختش کنه اونجایی که چرای این سوالات رو نداشته باشید مثلا من که چرای این سوالات رو ندارم کار رو میتونه سخت کنه به خاطر اینکه با چگونگیشم کنار نمیام بله. و نکته هم دقیقا همینجاست که با تقریب خیلی خوبی اکثریت ماها مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیمات زندگی خودمون رو بدون مطرح کردن این سوالات داریم میگیریم یعنی یه دونه کوچکترین چرایی از این قبیل که من گفتم رو از خودمون نمیپرسیم مثلا مثال میزنم هیچ وقت ما همون مثال های بالاست ولی هیچ وقت نپرسیدیم چرا درس میخونم یعنی ما هفت سالمون شد پاشونیم رفتیم مدرسه که از خودمون نپرسیدیم ادامش هم دادیم نپرسیدیم دانشگاه هم رفتیم نپرسیدیم من به شخصه میگم نپرسیدم آخه خب کمتر کسی تو هفت سالگی حالا هفت نه دیگه ادامش مستر. مثلا دانشگاه رفتم نپرسیدم آره، چرا میرم همه باش. دارن میرم پس منم باید برم دیگه من توی این مسیر بیره. افتادم اینو هیچ وقت فکر نکردم که جواب مختص خودم مختص زندگی خودم داشته باشم براش یا چرا میریم توی رابطه تشکیل خانواده میدیم اه. به این فکر کردیم که مثلا معیارهای الان زندگی من آیا قرار یکسان باشه با معیارهای مثلا ده سال آینده بیست سال آینده چل پنجاه سال آینده آیا مثلا این تعریفی که از رابطه حالا متمدن و دارای چارچوب مطرح میشه مثلا با شخصیت من نوعی این وسط مثلا سازگاری داره این اون چیزیه که من میخوام این تعریفی که حالا توی جامعه هست در واقع اون چیزیه که من دنبالشم حالا جلوترش رو قبلا بحث کردیم مثلا بچه دار شدن چراش رو میپرسیم از خودمون یا مثلا دیدیم که بقیه این کارو میکنن و رسم غالبه دیگه منم دنبالش کنم و اصلا کلا چرا قاعده بازی رو رعایت میکنیم این اپیزود ما اسمشو گذاشتم قاعده بازی به همین منظوره که این تمایلی که ما داریم برای رعایت کردن این قاعده بازی از کجا میاد حالا من قبل اپیزود از بچه‌هام پرسیده بودم که از این چراها مثلا تو زندگیتون داشتید شده بوده بپرسی چیزایی به این واضحی ها یعنی همین مثال درس خوندن کسی نمیاد بپرسه چرا باید درس خوند خب نه مثلا کسی از شما بوده همچین مدل سوالاتی از خودش بپرسه من سوال ازت بپرسم مثلا درس خوندن ما تا چقدرش واضحه یعنی تا چقدرش تو مثلا میدونی که برای اینکه حالا بتونی کار بهتری بگیری برای اینکه بتونی زندگی راحت داشته باشی بعد به حال یه چیزی رو بلد همین بگیری. اصلا همینا چرا کار بهتر بگیری به خاطر اینکه زندگی راحت داشته باشی اون کار طرف اونه, طرف اونه که می کار بگیر. بهتر میگیرن مثلا زندگی راحت دارن چون از آقای جف بیزوس بپرسی الان که پول دارترین آدم دنیاست مثلا میگه زندگیش راحت نسبت به قبل احتمالا نه نیست راحت نیست صد درصد سختره اینکه مطمئنم زندگی سختری داره همین تا تمام کارهایی که آره بعد الان انجام بده آره داشتید شما ها چرا اینجوری <applause> بعد از اینکه اتفاق افتاده تموم شده و به قول میگن هایند سایت آره ولی موقعش نه فقط یه ذره درس... بلندتر ما فکران صدات کم شما هم اینجوری یا فقط منم؟ فقط آره شمایی چون صدا با... ایما خیلی خوب صدا فراد یه ذره ضعیف برم آه... حالا میگم حالا چون داره از جدیه میشه واسه واسه درس خوندنه واسه من شخصا اینطوری بود که وقتی میخواستم استارتش رو بزنم خیلی فوکسم و تمرکزم رو اون چگونگیه بود و اصلا حواسم به چرا نبود تا شاید مثلا ترم آخر دانشگاه که دیگه و 5-6 ترسه را رفته بودم دیگه باید تمامش میکردن دیگه ببین یه که برای خود خوب... هم آه... تموم شده آره نه ولی میگم خب اگه اون... اون... به اون جدیت فکر میکردم اول کار به فعل درس خوندن که آیا من واقعا چرا باید درس ها رو بخونم خب شاید اصلا اون مسئولی نمیرفت حالا این به خاطر اینه که یه سری از کارا حالا مثل درس خوندن و چه میدونم بچه دار شدن و اینا که اطرافیانمون زیاد انجام دادن میبینی یعنی ما دیگه بهش آشنا شدیم دیدیمش برای دیگه ازش سوال نمیپرسیم ولی مم. چیزی که برای حالا من و کارون مشترکن اتفاق افتاد این بود که اولش میخواستیم ببینیم که چرا میخوایم پادکست ضبط کنیم اصلا دلیل این که یه سوالی که همیشه کارون از ما پرسید یه بود که چرا مردم باید به ما گوش بدن یعنی این دلیلش رو اول بدونیم بعدا بریم جلو که خب اولش واقعا شاید براش دلیل خاصی هم نداشتیم یعنی اگرم داشتیم حالا شخصا من دلیلم خیلی نداشتیم واقعا نداشتیم من یعنی اولش که نشستیم دور هم تمرین زبط کردیم آره یه ایده کلی بود ولی یواش یواش این دلیل برامون روشن شد یعنی هر چیزی که جلوتر رفتیم توی این راهه حالا هرچی من درسم و بیشتر خوندم فهمیدم که حالا مثلا الان اگه که مثلا لیسانس اگه مثلا من فوق لیسانس بگیرم احتمالا میتونم از مثلا x دلار x برای یک دلار در بیارم یعنی این دلیل حالا صرفا مادیه بود یا مثلا برای خودکست اینطوری بود که اگر که ما بیایم یه کانورسیشن یا مثلا یه گفتگوی و ضبط بکنیم به صورت خیلی خودمونی توی الان پادکست های دیگه توی رسانه های دیگه هم چیزی وجود نداره که مثلا چهار نفر چهار تا جوانی که مثلا توی سن بین 20 تا 30 سال هستن با هم دیگه بشینن در مورد موضوع, موضوع مختلف همینطوری صحبت بکنن شاید آخرش هم مثلا به نتیجه نرسن اولش به قول فراد اینطوری نبوده که ما همیشه اولش بدونیم که چرا میخوایم این کارو بکنیم برای من شخصا اینطوری بوده که راه که میرم جلو یواش, یواش برام مشخص تر میشه که چرا اون رو اولش انجام دادم ولی اکثر کارهایی که من انجام میدم حالا شاید از کم فکری منه که اولش نمیشینم بهش فکر کنم ببینم که خب الان من دقیقا این کاری که میخوام انجام بدم برای چیه معمولا توی اون راه دلیلش رو پیدا میکنم آره آفر این دقیق... این چیزی که من آخرش هم بهش اشاره میکنم این که من میگم که ما هیچ وقت به این چرا فکر نکردیم اون تو تنها نیستی همه همینیم من از خودم مثال زدم اول دیگه دلیلش این نیست که ما بشینیم به این چرا فکر کنیم و براش جز... جواب لزوما داشته باشیم ولی به نظر من همون فکر کردن به اون قضیه میتونه ارزشمند باشه که نکردیم ما تا الان آره. دقیقا حالا همین که میگی تو میگی فکر کردی که مثلا بری مدرک حالا بالاتر بگیری اون ایکس دلاری که در میاد میشه ایکس به علاوه یک آره. آره خب باز این سآله مطرحه که چرا تو ذهن ما ارزشه که اون ایکس بشه ایکس به علاوه یک این سوال خیلی میتونه میگم عین چیز دیگه مارپیچه این همینجور انتها نداره هی hey, شروع کنی سوال کردن سوالات بیشتری مطرح میشه و چیزی که این وسط حالا من داشتم اپیزودو می نوشتم خیلی نظرم رو جلب کرد این بود که توی ذهن ما یه سری مفاهیم نشسته که اینا مطلقا خوبن درس خوندن تو ذهن ما مطلقا خوبه یه فعل کامل مثبته آره یعنی انگار برای ما یه پترن یه الگو مطرح شده که اگه شما حالا جوونی و خوب درس بخونی این خیلی خوبه توی اون سن جوونی مثلا به بیراه نرفته باشی چیز فلان مثلا مدل رو تجربه نکنی داره این اول... جنین اگر که شما تو گوگل سرچ نکنی مطلقا خوبه آره این مطلقا خوبه اینکه تو مثلا درست مثلا زود تموم شه بری سر کار مستقل شی این خوبه نمیدونم تشکیل خانواده خوبه از اون طرف مثلا تو اگه درس خوبی داری وسط مثلا بری دنبال علاقت چه میدونم بری مستند بسازی بری دنبال, دنبال نمیدونم یه کار دیگه ورزش مثلا بخوای بکنی این ممکنه تو ذهن خیلی ها. این معنی رو بده که شاید این دیگه خیلی خوب نیست دقیقا همین رو میخواستم بگم یعنی این مطلقا خوبه برای کسایی که واقعا حالا شاید از این درس خوندنه شاید قالب جامعه که دوست دارن این کار رو انجام بدن یه کسی که مثلا دوست داره مکانیکی داشته باشه رو ماشینا کار بکنه شاید اون واقعا از این دیدگاه اکثریت جامعه ضربه بخوره چون همه فکر کنه که نه تو باید بری دکتر بشی حالا مثلا تو ایران که الان دکتر مهندس وکیل وکیل آره همین دیگه سوال اینه که این اکثریت جامعه داره از کجا میاد این اصلا این الگوها این پترنا آیا مناسب زندگی تک تک افراد هست یا شاید منافاتی داشته باشه به منحصر به فرد بودن همه ی آدم ها. یعنی اینکه ما یه قالب کلی رو مطرح کنیم و انتظار داشته باشیم که همه توی این قالب بگنجن <تصفيق> <تصفيق> که این این فعل پیاده شده توی جوامع امروزی همه یه ماها توی قالب گنجیدیم جلوتر حالا یه ذره میگم من <applause> این شاید درست نباشه این شاید ببین اینجا یا حتی پا رو فراتر میذارن حالا من یادم توی یکی از جلساتی که نشسته بودیم حالا سر کار خب آدم‌ها سنای مختلف داشتن بعد یکی از همکارا داشت میگفتش که مثلا دو یا سه تا از بچه خانومش توی خونه بهشون درس میده اینجا مفهوم هست به اسم هومسکول هوم سکول. که ما تو ایران من نشیده بودم نمیدونم حالا داریم یا نه که بچه ها مدرسه نمیرن توی خونه میمونن و خانواده بهشون درس میده اینا فقط آخر تر میرن یه امتحانی میدن اول که من اینو شنیدم خیلی برام عجیب بود که اصلا خب مگه اون بچه میتونه وارد اجتماع بشه مگه میتونه کاری بکنه بعد یه نفر دیگه شروع کرد صحبت کردن که این آدم یه بچه خیلی کوچیکی داشت استدلالی که اون آورد به نظر من خیلی جالب بود و گفتش که هر کدوم از این بچهها استعداد خاصی دارن هر کدوم از این بچه ها ممکنه آه. توی یه چیزی خوب باشن توی یه چیزی بد باشن یه شیوه آموزش منحصر به فرد ممکنه نیاز داشته باشن اینکه تو همه رو مثلا سی چل نفر رو بریزی توی یه کلاس حالا اینجا عدد کمتره 20 نفر رو مثلا بریزی توی یه کلاس و انتظار داشته باشی ها دبیرستان دوی دوی که ما رفته بودیم عدد همین بود آق... آره. حالا و میگه اینکه همه رو ما بریزیم توی اون کلاس و انتظار داشته باشیم اون رویه مشخصی که اون معلم داره پی میگیره اون حالا سیستم آموزشی تعریف کرده برای تک تک این بچه جواب بده و ما انتظار داشته باشیم که اون حالا رنکینگ اون رتبه‌بندی که ما انجام میدیم خیلی درست باشه و میدونید داری آینده یک انسان رو تحت تاثیر قرار میده شما فرض کنید مثلا کسی بوده باشه که توی مدرسه هیچ وقت مثلا نمره خوبی نتونسته باشه بگیره این آدم چی میشه این احتمالا اعتماد به نفسش که هم میشه پس ورده فکر میکنه که خب من توی جامعه هم مثلا یه رتبه یه ارزشی مشابه اون چیزی که تو مدرسه داشتم و خواهم داشت که این درست نیست چون که ما میدونیم مثلا همه ماها منحصر به فردیم و همه میتونیم یه راه زندگی مشخصی داشته باشیم برای خودمون که قرار نیست با هم, هم هم همپوشانی داشته باشه و این به نظر من استدلال خیلی قشنگی بود حالا اینکه ما منابع این رو داریم که هر آدمی رو شناسایی کنیم چه استعدادی داره اون رو درست پرورش بدیم نه نداریم درست. ولی اینکه چرا جوام اینجوری طراحی شدن به خاطر اینه که نظر شخصی من تنها حالتیه که میتونه کار کنه یعنی تو مجبوری چل نفر بچه رو بریزی تو یک کلاس یه معلم بذاری بالا سرشون مجبوری آه. مثلا تو ذهن اینا بگنجونی که تو درس تمام شد با بری کار کنی که پول در بیاری ولی یه مدل دیگه که نگاه کنیم اینا میتونه در واقع قالب زندگی باشه که از بیرون به ما القا شده شاید مثلا رسالت زندگی من این بود که من برم تو جنگل مثلا دونه جمع کنم و مثلا کتاب بخونم کسی نمیدونه که شاید این, این رویه زندگی با مثلا شخصیت من بیشتر جور بود تا اینکه مثلا روزی 8 ساعت کار کنم بعدم فلان فکر ما در مورد اینم قبلا صحبت کردیم چند بار که حالا کسایی که ما تو ونکوور میشناسیم و اطرافیانمون هستن مثلا دکتر دکتر وانا بی پر اینجا خیلی بالاست یعنی تمام کسایی که میخوان دکتر بشن توی ونکوور ولی خب واقعا شاید حالا چیزی که ما از بیرون میبینیم استعدادش اونقدر مریض نداریم بیرسن. اینجا که اومد دکتر رو. حالا دار... مریض اتفاقا اونقدر داریم چرا مریضش که ولی به سیستم پزشکی اینجا قبلا اشاره کردیم که چقدر دکتر کم داره ولی خودمون دیدیم دیگه توی اطرافیانمون کسایی که مثلا یورو پنج ساله داره سعی میکنه این امتحان پزشکی چیز رو بده مثلا دانشگاه های مختلف و امکت رو بده بره توی دانشگاه های مختلف ولی خب نمیتونه از اون برم ما میدونیم که مثلا حالا چیزی که ما بیرون دیدیم میدونیم که توی یه چیز دیگه استعداد خیلی زیادی داره ولی خب نمیره دنبال اون به خاطر اکثرش به خاطر حرف پدر مادر دیگه یعنی حرف اطرافیانمونه که تو باید بری دکتر بشی مثلا ما توی خانواده اون یه دون میخوایم دقیقا همینه و اون اطرافیان هم خودشون این فکر رو از جای دیگه اومده تو ذهنشون بله و هیچ وقت هیچ کس اینا سآل خ... رو سوال نکنه بگو فرض من یاد یه خاطره افتادم حالا که کارون این بحث کرد مثل خاطره بچگیات که شروع خریده بودی <laughs> <laughs> نه بگو <laughs> <ده> خاطراتت بگو <laughs> <laughs> رفته بودیم با چند تا از دوستان سفر رفته بودیم مکزیک برگشتیم <laughs> بله برگشتیم بله. بعد تو سفر خب مکسیک مثلا وقتی یه سری کار هست که تو هتل میتونی بکنی یه سری تفریحات اینا هست که بیرون هتل نمیدونم با دلفینا بری شنا کنی و قواسی و اینا و ما رفته بودیم با این رفیقامون که دیره. مثلا ببینیم کدوم این تفریحات رو بخریم و بریم انجام بدیم با یه پسر آشنا شدیم اولش فکر کردیم مکزیکیه چون قیافه آه. مثلا مکزیکی هم داشت بعد یه کمی که باش دوست شدیم آشنا شدیم اینا بیشتر باش صحبت کردیم گفت که من مال اروپا هم یادم نیست مال کدوم کشور اروپا گفت من اصلا اروپایی هم و ده ماه پیش اومدم مکسیک حالا اون شهر کنکون و خیلی خوش آمد میگفت من هم مثل شما سفر اومده بودم میگفت اومده بودم مثلا هفت روز نه روز بعد انقدر حال کردم وای سادم <تصفح> 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 می گفت زنگ زدم به خانواده‌ام اینا گفتم من دیگه بر ندارم اروپا اینجا خوش اومده وای میسم پول و اینا واسه هم بفرستین و مثلا دیگه گفت من اون موقع میگفت ده ماه اینجا بعد حالا این حرف دیگه تموم شد با اون شخص و شب شد و اینا من با دوستم که این شنیده بودیم خیلی تو فکر رفته بودیم که چه جوری میشه که مثلا یکی اینطوری یه همچین تصمیم رادیکالی میگیره و خیلی هم هپیه و اینا بعد چرا که چرا مثلا من اون موقع من اینو فکر میکردم چرا من هیچ موقع به این فکر نکردم چرا من اصلا اصلا به این قضیه فکر نکرده بودم یه تصمیم رادیکال بگیری آره مثلا اگرم بخوام بگیرم آیا میتونم مثلا این کارو بکنم یعنی اینی که کارو میگه تو ذهن من مثلا نبود هیچ موقع و خیلی باحال بود اون اون شب کامل با اون دوستمون تو <تص> <س> این داستان صحبت کردی حالا یه زیاد من بگم ما اولی که اومده بودیم کانادا خب من خیلی بچه بودم بعد تلویزیون اینجوری که نگاه میکردم از این شوهای برای مثلا این تینیجر اینا زیاد داشت که چه میدونم یه دانشگاه یا یه مدرسه است توی جزیره و اینا مثلا کارهای مختلف میکنن فلان و یفا بعد من همیشه تو ذهنم بود که من چقدر دوست دارم مثلا برم یه جایی مثلا یه جزیره مثل هاوایی جزیره کوچیکه مثلا یه کامیونیتی کوچیک برم یه همچین جایی زندگی بکنم ولی خب الان هر چی که جلوتر میره از اون دارم دورتر و دورتر میشم دیگه مثلا دارم به مثلا شهرهای بزرگتر فکر میکنم مثلا از اون ذهنیتی که داشتم همیشه دارم دورتر میشم یا مثلا همیشه این تو بود که برم یه مثلا وسط به قول کارون جنگل مثلا دو تا اسب داشته باشم یه مزرعه کوچیک و اینا برم خارج از انسانیت و آره برم آره برم خارج در هومه کاملا برم مثلا یه همچین جایی زندگی کنم خب خب ما آره هرچی که حالا سنم میره بالاتر میبینم که واقعا از اون دارم دورتر میشم دیگه از اون چیزی که خواسته خب ای که خودم داشتم دورتر میشی که یعنی سلاقه داره تغییر میکنه یا نه دیگه جبر زندگی نه رو نه سلاقم همیشه همونه ولی انقدر مشغله زندگی داره زیادتر میشه که دیگه کمتر میرسم حتی به اون فکر بکنم که همچین کاری میخوام انجام بدم بارون داره اشک میکنه نه آره خیلی خوب شد یعنی دقیقا آره این یه مثال دو دقیقه میتونم بهش اضافه کنم که اونم برای <تصفح> بگو آره, آره. داریم آره. بعد دختی همونو میگیم بگو دیگه <تصفح> چی؟ میگم داریم بدبختی همونو میگیم تو هم بگو راحت کن خودتو آره من محل بگوی. کار قبلیم که کار میکردم تو دانشگاه یه،, یه یه, یه،, خانومی از استرالیا اومد با دوست پسرش اینا اومدن و خود خانم اونجا همکار من شد سرش بعد اینا با فوق لیسانس دوست پسرشون نه اینا با کاپلی زوجی اومده بودن از استرالیا مهاجرت توریستی کرده بودن به بد... کانادا بعد در این حال کار هم میکردن اینا و اینا فوق لیسانس داشتن از استرالیا اومده بودن و خب کار... بدی هم دارن اینا حالا آره دیگه من همش به ایمان قور میزدن میگفتم این چی میگه اوی <regarder> چه لحجه ای اینا دارن بد... اینا و خلاصه اینا حالا اومده بودن کانادا اصلا واسه این اومده بودن که یه ون بگیرن حالا ون به فارسیش از این ماشینای مثل کاروان آقا, آقا منه. آره کاروان آره بگیرن و اینو دیزاینش بکنن و تجهیزش بکنن که شروع کنن از غرب به شرق کانادا سفر کردن و این گفت میگفتش که ما اصلا از بچگی این هدفمون بوده حالا که سفر کنی؟ تو کانادا سفر کنیم تو کمپر نکن. بشیم حرفشون هدفشون بده تو کانادا هم سفر بکنن آره بیان با, با توجه به شرایط جغرافیایی که کانادا داره و حالا مثلا تفاوت بل. آب و هوا اینا کانادا مثلا بهترین اینجا بوده واسهشون و با من گفتم خب حالا درستون چی مثلا تو که این همه درس خوندی مثلا دانشگاه خوبی هم تو استرالیا مدرکت تو گفت نه دیگه خب اون درس خوندن من بود الان هم اومدم اینجا یکم مربوط به شغلم کار بکنم و بعدش دیگه می‌خوایم شروع کنیم به کمپینگ یه به دیوار یه یه نگاه به <تص> 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 و این عشقی که مثلا اینا داشتن هر هفته این مد حالا من علاقه به این جور کارا داشتم و اینا هی ماشینه رو من نشون میداد میگفت این مراحل رو پیش رفتیم این وسایل خریدیم و اینا الانم مثلا وسط های آلبرتان میدونم یه جایی اون وسط های آلبرتان یا خب این اصلا من قابل حزم نبود بید. حالا شاید الان بهتر میتونم حزمش کنم ولی اون موقع اصلا کتم آقا مگه میشه درسو ول کردی میخوای بری سفر سفر کنیم این اعتمالا چند سال پیش من به بابا میگفتم آتیش هم میزن میخوام درس سویل کنم برم سفر الفاظی استفاده میشد که اعتمالا درست خب آقا خیلی خوش همشه ادامه بدید من واقعا داشتم لذت میبردم این دقیقا همون مسیری بود که ما باید طی میکردیم برای این اپیزود خداحافظ. آره نشونی که همه ماها این درگیری ها رو حداقل توی یه بازه ای داشتیم یا یه نشونه ای در واقع یه جایی از زندگیمون دیدیم که یه وقتهایی فکر کردیم که شاید حالا این قالبی که طراحی شده و ما کوچکترین نقشی در واقع تو طراحیش نداشتیم این درست نبوده ولی نکته اینه که انقدر مثلا پاداش از دور به ما نشون میدن برای دنبال کردن این در واقع قالب که همه خواسته ناخواسته میریم میفتیم توش خواست خواسته ناخواسته تمام اون کارها رو هم انجام میدیم و این میشه که شاید حالا توی جوام الان نمیدونم در واقع مطالعه کمی انجام شده یا نه ولی احتمالا کیفیت روانی کیفیت سلامت روانی آدم ها فاصله داره میگیره از شرایط ایدئال انقدر حالا اضطراب و انقدر خشم و انقدر میدونی خارج شدن از شرایط نرمال به وجود میاد به خاطر اینکه شاید خیلی حواسمون نباشه ولی دور داریم میشیم از اون اصالتی که میتونستیم داشته باشیم و نداریم بعد برگردیم به من شد رفت. من گفتم ما این سآلات رو نپرسیدیم چرا میخوایی؟ نمیگم دوباره اومدی دپرس اون کردی میخوایی بری نه اتفاقا دپرس نیست نه خوبه که آدم فکر کنه بله بعد من این رو که گفتم گفتم این چراها رو ما نپرسیدیم ولی این مسائل رو قطعا سباک سنگین کردیم خب هیچ وقت نپرسیدیم چرا برم دانشگاه ولی سباک سنگین کردیم که کدوم دانشگاه برم کدوم رشته رو برم بخونم پس بردم مثلا این رشته رو برم همون حرفی که ایمان زد اون اکس دلاری که مثلا این اکس تومنی که من در بیارم میشه اکس به یک یا نه یا چه میدونم میخوایم پارتنر انتخاب کنیم قطعا سبک سنگین کردیم کی بهتره کی ژن بهتری داره کدوم به من بیشتر میخوره یا بچگی دنبال ژن خوب بوده آره یا چه میدونم ما پادکست میسازیم میگیم چیا بگیم بهتره کدومش مخاطب بیشتری داره میدونی این سبک سنگینا رو کردیم اصلا نمیگم اینا رو نکردیم ولی اون چرای اوله رو هیچ وقت ممکنه نپرسیده باشیم که چرا اصلا این کارو بکنم البته ما میدونیم چی مخاطب بیشتری داره ولی نمیگیم <تصفح> <تصفح> اون دستمون بسته است <تصفح> دستمون بسته است و آها ببین این چرا اینه, اینه که ما چرا باید بازی رو که من نه پدر و مادرم منو انداختن توش رو بازی کنم با قواعدی که بازم من نه مفاهیم پیچیده ای مثل جامعه و فرهنگ تعریفش کرده. سوال اینه و این رو جالبی که بهش فکر کنیم یعنی ما افتادیم انگار, نب... انگار که نه از ما نپرسیدن که میخوایم بازی رو بکنی یا نه شروع کردیم بازی کردنش و قواعدش هم کوچکترین نظری از ما نپرسیدن تو بهترین حالت ما یه در واقع صفت مستقل بودن به خودمون میزنیم و توهم اختیار داشتن رو هم در مقابل جبر داریم و میگیم که من مستقلم و من اختیار دارم و این کارا رو خودم انتخاب کردم که انجام بدم ولی پشت صحنه ممکنه یکی شیشکی برای ما بکشه که لزوما نه لزوما نه خودمون انتخاب کردیم نه انتخابای خودمون بوده نه اصلا علایق ما بوده ممکنه که چیزی غیر از این باشه این شیشکی رو جدیدن بهش علاقه خاصی پیدا خیلی دوست دارم نمیدونم صداشش شیشکی می یه صدایی می چیز در میاد آره درست نیست بعدا شما تو گوگل سرچ کنید میگم من یه سوال بپرسم حالا میگیم قوانین بازی بعضی چیزا واقعا دیگه قانون اجتماع دیگه یعنی مثلا شما اینکه نمیتونی بری یه نفر رو با ماشین زیر کنی این دیگه قانون اجتماع یعنی این قانونهایی که تعریف شده اینا رو ریسپکت بکنیم اینا رو بهشون احترام بذاریم و با این قانون بازی بکنیم یه این به این دلیل و این معنا نیست که هر قانونی رو بتونیم زیر پا بذاریم آره این به خاطر اینکه شما بتونید توی جمع بزرگی دور هم زندگی کنید قطعا این قوانین لازمه ولی خب دیسکلیمر داشته همون... باشیم فردا ها آره اصلا دیسکلیمر باشه که فردا روزی اتفاق بدی نیفته آره اصلا میگم ما صحبتمون این نیست که نباید این قاعده رو رعایت کنیم با این قواعد بازی نکنیم صحبت اینه که فکر بهش نکردیم دیگه و اینا خب همه در ادامه همون صحبت آقای حراریه که میگه که اینا همه قانونی که ایمان مثال میزنه باز اینا یه چیزی تو ذهن ما دیگه قانونی که تو انکوراست تو ایران نیست فرق داره پس یه چیز مطلقی نیست که بیرون باشه یه چیزی که ما تو ذهنمون طراحیش کردیم و خب هم هم تا به نحوی حالا یا به زور یا خودخواسته بهش پایبندیم بعد نگاه که بکنیم چرا مثلا رویای یه سری از دخترها میشه پوشیدن لباس عروس و خیلی تو سن کم این رویا تو ذهنشون ایجاد میشه خب و توی سنی که در واقع مابقی تمایلات خواسته هاشون احتمالاً محلی از اعراب توی آیندهشون نداره اون قضیه مثلا رویای پسرها چی میشه ممکنه این باشه که یه روزی آدم قوی شدن و تشکیل خانواده دادن و مثلا یه درآمد خوبی دارن و به یه سری آدم دیگه در تو اون سنی که الان دخترا مثلا میگی رویاشون میشه لباس عروس پسر فقط ماشین و دختر هیچی هیچ چی دیگه خب هم... حالا یه مقدار زودتر قبل اینکه به دختر برسه ممکنه یه همچین رویاهایی باشه حالا این مثال خوه. ممکنه هشت سالگی رویای دیگه ای مد نظر باشه ولی میگم تو ذهنشون یه آدم قوی شدن که دارن از چند نفر مواظبت میکنن و شبها اینجوری دو دستی کیسه خریدم گرفتن و وارد خونه میشن که چند سال دیگه که این هورمونا که بالا پایین بشه اونجوری که ایمان گفت تو بهترین حالت طرف یه اضافه کار خوش اخلاقه اضافه بره. کار اخلاق مداره ولی بره. رویاش تو بچگی یه چیز دیگه ای بوده اون دختر مثلا تجسم میکرده خودش رو توی لباس عروس خیلی شیک و مجلسی اون پسر هم مثلا یه آدم پولدار قدرتمند و این رویاه از کجا میاد چرا رویای همه ماها ممکنه این باشه که پولدار بشیم یه عالم پول داشته باشیم حتی ممکن ندونیم باش چی کار کنیم ها ممکنه هم بدونیم مثلا خونه فلان مدل بخریم و نمیدونم ماشین فلان و تهش هم توجیح کنیم که کیفیت زندگی ما بالاتر رفته ولی واقعا دوست دارم یکی بره این سوال از جف بیزوس بپرسه تویی که الان مثلا 120 میلیارد دلار پول داری زندگی که یک میلیون دلار پول داشتی رو ترجیح میدادی یا الان رو آه. چند وقت پیش برای روز زن هشت مارس یکی از بچه ویدیویی توی اینستاگرام گذاشته بود که کاری بود که تو دانشگاه درست کرده بود برداشته بود تصویری که از زن توی سینما به بقیه نشون داده میشه رو مثلا دور هم جمع کرده بود از چند تا تیکه حالا کارتون مختلف فیلم مختلف توی همه اینا میدیدی که توی کارتون ها مثلا یه خانم زیبایی یه لباس عروس خیلی خوشگل داره یه جشن عروسی خیلی مجللی گرفته توی فیلم‌ها همیشه زیبایی زن به تصویر کشیده میشه و جنسیتش جان؟ و جنسیت حالا دیگه بعد توی سینما خیلی از دواز جنسی زنها رو به نمایش میکشه حالا نمای ایران کمتر ولی دقیقا خیلی دیگه نه دقیقا همینه دیگه اینجوری فیلم ها رو می‌فروشن با مثلا یارو فیلم میسازه تو فضاست خودش یه نفره یه دقیقه میرسه تو زمین باید بره با یکی مثلا رابطه داشته باشه <تصح> تو اون فیلم مثلا ضرورتی نداشت ولی خب اینجوری فروش میره نمیدونی شب واقعا نیاز زنه بوده تا رسیده پایین بره تو رابطه نمیدونی جاج نکن آدم رو آره واقعا آدم زادی نه بعد این از اون ور حالا اون ور قضیه هم مثلا فیلم ایرانی ها مثلا یه شخصیت قوی مرده که محافظ خانواده است و شبا هم که با کیسای خرید اینجوری میاد و مثلا میشینن دوره هم و به مشکلات خانواده رسیدگی میکنن خب پسرم شما چطور دخترم شما چطور حالا سوال اینه اگه به جاش مثلا خانم ها توی فیلم ها های مهندسی میخوندن حالا میرفتن دنبال شغلهایی که اصطلاحا چیه خشک و خشنتره اگه این چیزا به تصویر کشیده میشد اگه از اون ور مثلا به تصویر کشیده میشد آقا خانم خرید کرده اومده خونه مرد مثلا از بچه ها مراقبت کرده اگه تمام این ای موضوع. اگر ها واقعیت بود سوال اینه آیا رویای ذهنی اون اه... کودک حالا دختر یا پسر اونی میشد که من قبل تر بهش اشاره کردم نه دیگه مداوم همیشه تو سرم بود حالا دا... در ادامه حرف کارون به عنوان مثال یه فیلم هست به نام اینترن به اینترن برد این دقیقا این, میره این نورمو میاد برعکسش میکنه خانم خیلی خانوم خیلی موفق و یه بیزنس با منه به قولی آقا برد. هم تو خونه است و از بچه ها مراقبت میکنه و مثلا به کار خونه میرست و همه یه مثلا امور خونه هر تو دست داره و بازم این دوره یه چیزی بود که من دفعه اولی که دیدم حالا خیلی سال پیش بود خیلی باسم چیز بود جای سوال داشت گفتم گفتم ای مگه میشه اصلا بابا مثلا مرده رو نگاه کنه اینا ولی خب الان که میبینم یا الان که بهش فکر میکنم به عقب برمیگردم میبینم نه خب اصلا اینم شدنیه و خب چقدرم قشنگ بود اینطوری واسه زندگی اینا این فرموله داشت جواب میداد و همان هم به قولی خوشحال بودن واسه همین این همین فیلم ها اینا که میگی یا مدیا خوب نقش خیلی به سزایی داره اصلا دیگه نیاز به گفتنش نیست دقیقا این فیلمه یه مثال بود این آه. یه مثالی بود که فکر کنم هممون هم اتفاق نظر داریم که روش که اگه از بچگی این کارتون‌ها این فیلم‌ها مدل دیگه ساخته می‌شد احتمالا رویای کودکی ماها هم فرق می‌کرد و این مثال می‌تونه ما به ما نشون بده که ذهن ما می‌تونه دنبال در واقع دلایل دیگه هم بگرده حالا تو توی خانواده بزرگ میشی توی جامعه به تو میگن دختر خوب فلان مدل پسر خوب فلا مدل الگو داره قارون تا به شما زیر, زیر پنج کارون دق... تا زیر پنج دقیقه دیگه اشاره میکنه به نظام سرمایه داری نه قبل اشاره کردم قبلش اشاره <تصفح> <تصفح> کردم ولی اینا در واقع از بیرون به ما القا شده و ما هم صفت بهش پایبندیم احتمالا اکثریت ما ها صفت به این قضایی پایبندیم یه نظریه هم میتونم بدم بدون اینکه چرا رو بپرسیم بفهمید ش... یه نظریه میتونه باشه که شاید واقعا مثلا پنج نفر نشستن اینا رو مثلا دست نویس کنن پخش کنن اینا اجرا بشه شاید مثلا ذات مثلا ما به عنوان انسان و اینا اینجوریه شاید مثلا اگه یه صد نفری رو به دنیا بیاری به دور از این جامعه که الان هست پیزایشون کنار هم طی مور زمان بعد از چندین سال به صورت خودکار یه همچین سیستمی بینشون پیاده بشه دنبال این باشن یه سری نرمی رو پیاده بکنن که حالا نمیدونم بهتر زندگی بکنن راحت تر مثلا مسیرشون انتخاب بکنن حس میکنم یه چیزیه که میتونه ساخته دست خود ماها باشه همینطوری که داریم زندگی میکنیم از... نه که الزامن از فکری بیاد یا مثلا الزامن جهاددار این تذریق شده باشه توی جامعه حالا من ازی بگم در جواب این اشکال نداره کارو آره من توی دانشگاه برای تز آخر در سال یه دونه کمپانی به ما میدادن که الان در حال مثلا آپریشن الان داره کار میکنه که یه سری مشکلات داره ما باید سعی میکردیم مشکلات حل بکنیم به ما بی سی لایف افتاد که در واقع شرکتیه که یا مؤسسه که داره از واید لایف بی سی از حیات وحش بی سی مراقبت میکنه اینا یه مشکل خیلی زیادی که داشتن این بود که توی کارتون ها و فیلم ها و اینا خرس ها معمولا یه موجودات گوگولی هن که اصل میخورن و مثلا مهربونن مهربونن و کارهای خیلی خوب انجام میدن و اینا و میگفتش که جامعه نمیتونه قبول بکنه که بعضی از این خرس ها میتونن خیلی اتفاقات بدی و رقم بزنن برای کسایی که به قول هارو فرادرن توی آلبرتو توی کوهدار طرف زندگی میکنه مثلا یه مزرعه داره چون مرغ و گوسفند و اینجور چیزا داره و زندگیشو از در واقع فراورده هایی که از این گاو و گوسفند و از مزرعهش میگیره داره میچرخونه و میگفت این خرسا میان حمله میکنن و تمام فراورده ها رو از بین میبرن و اگر که این طرف اینا رو بکشه فردا روز اخبار میاد دم خونه اینا میگه که آره اینا دارن خرسا رو میکشن و ما باید مراقبت بکنیم ازشون میگفت اون کسی که توی ونکوور نشسته مثلا وسط شهر توی آپارتمان طبقه 18 هم هیچ وقت اینو نمیتونه بفهمه که اون کسی که وسط آلبرتاس لایه مثلا هزار تا گرگه داره چه رابطهش با اون گرگا چیه ما نشستیم اینجا داریم کارتون میبینیم میگیم که آره خرسه آدم های مثلا خیلی حیوانات گوگلی خوبی هن و مثلا نباید کشتشون ولی اون طرف داره با این مشکل روزانه دست و پنجه نرم میکنه و میگفتش که این حالا فیلم ها و کارتون که ساخته میشه از بچگی خیلی تاثیر به سزایی داره روی طرز فکر ما آره دقیقا همینه یعنی حالا ایمان یه مثال دیگه آورد نگاه که میکنیم در واقع این مدیا حالا این فیلم ها تأثیرات خیلی عمیق و مستقیمی داشتن توی ذهنیت ما خب فقط فیلم نیست دیگه میگم فرهنگ هم هست که اون خودش یه قضیه بسیار پیچیده یه که حالا تو هر کشور چجوری میشه که انقدر در واقع باورهای مختلف به وجود میاد ولی نکته اینه که ما تا آخر عمرمون احتمالا به این باورها پای بندی برای خود من من برای آدمایی که یه تغییر خیلی ناگهانی ایجاد میکنن تو زندگی شما خیلی احترام, بایلن. تغییر ناگهانی نه اینکه یه شبه تغییر ایجاد میکنن ها مثلا اینو توی بازه زمانی میبینی بعد اینو نمیبینی مثلا پنج سال دیگه میبینی میبینید خیلی عوض شده مثلا حالا چه میدونم مثالی که شاید خیلی دیده باشیم توی بازه ممکنه خیلی آدم مذهبی باشه بعد از یه جا به بعد لا مذهب میشه مثلا یا برعکسش اصلا یا هر چیز دیگه این تغییرات شگرف ایجاد کردن یا چه یکی که آره نه این مثال خوبی نیست این تغییرات شکرف ذهنی <applause> که ایجاد میکنن این به نظر من تلاش و یه اراده خیلی خاصی رو میطلبه که تو با اون باوری که بزرگ شدی اون باوری که همیشه بهش اعتقاد داشتی رو زیر سوال ببری و اون رو جایگزین کنی باز با یه باور دیگه که اون هم لزوما مناسب نیست ولی من خیلی احترام قائلم برای همچین تغییراتی آره پس آره این آره ای سوالا مطرح کردیم که آقا اگه حالا فیلم ها یه مدل دیگه ساخته میشد احتمالا رویای اون کودک هم شکل دیگه ای به خودش می‌گرفت و خب این میتونه تعمیم داده بشه کما اینکه مثلا اون بچه که توی خانواده ایرانی رشد می‌کنه باورهای که راجع به ارزش‌های مختلف داره خیلی فرق داره با بچه‌ای که توی آمریکا رشد میکنه و اینا خیلی ما متأثریم در واقع از تمام این اتفاقاتی که دورمون میفته بدونه که خودمون حواسمون باشه و خب خود من من دانشگاه که رفتم اون اوایل حالا که ما از حالا هوای مدرسه و کنکور و اینا دور شده بودیم یه مقدار ذهن و انرژیمون اجازه میداد که به یه دقدقه های دیگه ای فکر کنیم من یادمه که ما تو سایت دانشکده نشسته بودیم دور هم با بچه‌ها راجع همینجور موضوع صحبت میکردیم که من یه جا گفتم که آقا مثلا این که زندگی من چارچوب داشته باشه چارچوبی که همه تعریف میکنن این مسیر درس دانشگاه کار مثلا تشکیل خانواده من اونجا اینو سراحتا گفتم که این من رو ارزان نمیکنه یه،, یه،, یه چیزی ف... ورای این باید باشه بگو ایمان نه دارم گوش میده. فقط اینجا اینو من دارم. یادمه که اون موقع به بچه ها گفتم مثلا چون موقع 19 سالم بود این فکر رو از قبلش هم داشتم ولی قبلش مثلا ما درگیر کنکور بودیم میگفتیم این کنکور دیگه بدیم دیگه حالا اینو بدیم بعد به این چیزا میشه فکر کرد اونجا من گفتم که این مسیر حالا ظاهرا خطی که از مدرسه دانشگاه کار تشکیل گفتم این منو راضی نمیکنه یه چیزی باید اونور این قضیه هم باشه نمیتونه اینقدر پترن مشخصی داشته باشه که همه دارن انجامش میدن اینو هم من بگم این وسط که خود من هم که این رو گفتم که آقا این چارچوبی که مثلا از بیرون برای ما تعریف شده لزومن برای هر انسانی چارچوب مناسبی نیست من خودم اون لحظه دقیقا این همون پارادکسیه که آقای حراری مطرح میکنه اون لحظه من توی فکرم باور داشتم به یه مفهوم دیگه و اون مفهوم دیگه چی بود؟ اینکه باید یه چیزی با ارزشتر و ورای این مسیر خطی وجود داشته باشه یعنی من... باشه که شما رو کنه آره، یه مفهوم رو من توی ذهنم داشتم مورد پرسش قرار می‌دادم، می... قرار می دادم و میذاشتم کنار و اون مفهوم رو با یه چیز دیگه‌ای جایگزین کرده بودم که باور با داشتم باید یه چیز ارزشمندتری وجود باش. داشته باشه. آه. این دقیقا همون پارادوکسی که ایشون مطرح کردن. بعد و می‌بینی برای آدم سوال میشه که این همه کاری که مثلا همه دارن انجامش میدن پس این وسط من نقش من منحصر به فردی من چی میشه نمیدونم شما به این فکر میکنید من یه وقتی مثلا حتی شاکی میشم از اینکه خب کارهایی که من دارم انجام میدم رو بدن من داره فورس میکنه اینکه تو میخوابی مثلا هشت ساعت اینکه غذا باید بخوری یعنی تو باید خرید این کار تکراری که اعمال شده به تو این قضیه رو مخ منه یه وقتایی که ای کاش یه جوری میشد اینو دور زد که آقا این به من دستور نده که الان مثلا گشتم برو مثلا مواد غذایی بخوای غذا درست کن الان نمیخوام شاید بخوابم چی کار داری نمیدونم این دیگه رد بدی داری اینجا دیگه این چیز آخه لیمیتیشن انسان دیگه این در واقع دیگه تو تو که نمیتونی دیگه اون محدودیت های انسانی رو هم زیر پا بذاری من نمیگم میتونم ولی میتونم به این فکر کنم که این قضیه رو مخه دیگه آقا اینم داره از بیرون به تو اعمال میشه دوباره همون شیشکی از پشت سر صداش میاد که آقا چیزه اون اختیاری که نیستی چی اکثرش هم جبره و انقدر این جبر خوب به شما به ما در واقع نشون داده شده که ما این رو میزنیم به حساب اختیار و یعنی نه که الان من خوابم بیاد با برم بخوابم یا الان گشتم بشه میدونی نمیتونی اون لحظه اختیار داشته باشی و خب این همون قواعدیه که ما داریم باش بازی میکنیم نسبت به خواب و گشنگی اختیار داری بعضی چیزا هست که اصلا دیگه اختیار نداری فرضت خیلی ساکتی یا زیاد باز نمیکنه اون قضیه رو فرض جان شما هیچی نگفتی تو این اپیزود فقط چرا من اینقدرم اینقدرم مستقیم نشسته بودی من فکر کردم تصویرت فریز شده من میدم نه یه گذاشته رفته نه یه پلک میزنی آره. خب دیگه چه فقط بگم یه ساعتی از این اپیزود مونده انوز بفرمایید فقط خواستم ال... آره. که چیزایی که ما توی مدت خوندیم اینه که همه میگن زمان اپیزود رو خیلی بیشتر بکنین چون که الان خب وقت بیشتری دارن بیشتر میتونن گوش بدن و آره ما هم مثلا ما هم پر حرف شدیم قدیم که حالا زندگی عادی داشتیم بیرون بالاخره چهار تا لغت میگفتیم آخر هفته خیلی حوصله حرف زدن نداشتیم الان تو طول هفته این لغت ها جمع میشه من یه میام اینجا میشنم فرد مثلا یک ساعت خورده ای صحبت میکنم میکروفون هم آره آره, آره. این هم که خیلی تاثیری من دیگه میکروفون رو پایه نمیذارم این شما کنکور ندادید تو ایران ندیدید اول کتاب های. فکر کنم مبتکران بود دقیق یادم نیست یه شعری نوشته بود که شعر بسیار زیباییه میگه که زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست <تصحیح> 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 <تصح هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست. جاست خرم که مردم به سپارند به یاد این خیلی ما اصلا همون موقع که دیدم گفتم واه بابا عجب شعری که داره از نغمه مختص زندگی هر کدوم ماها یاد میکنه و اینکه چقدر خوبه که بالاخره همه ماها میاییم و میریم ولی چقدر خوبه که نقمه ای که من خوندم تو این دنیا بمونه به نیکی ده. ازش یاد بشه ولی حرف دیگه اینه که این که میگه هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود شاید خیلی معنی پیدا نمیکنه چون نقمه من با نقمه فرزاد که ساکت نشسته با نقمه ایمان که اونجاست با فرهاد ممکن دیگه خیلی فرق نکنه چون این قالبی که طراحی شده این چهارچوب اصلا اجازه خوندن نقمه های منحصر به فرد مختلف رو به ما نده یعنی ما چشم باز میکنیم باید اولا گشتگیمون رو سیر کنیم بعد هم که اون حالا نیازهای فیزیولوژیکی رو باید برطرف کنی بعد دیگه رفتید افتادی توی درس و کار و پوله رو در بیاریم میبینی یعنی جا نموند که من اون نقمم برم پیدا کنم میگم شاید نقمه من این باشه که من توی جنگل به آسمون نگاه کنم کتاب بخونم از گیاهان جنگلی هم شاید استفاده کنیم نمیدونی که شاید مثلا قرار بوده من برم یه فرقه جدیدی رو تو جنگل ایجاد کنم با نگاه کردن به ستاره ها چهار نفرم وی... بیان دنبالم ها؟ شاید <تصفح> مثلا ویگن آره به که اینجوری تو گوشت دست و پا بزنیم نمیدونیم دیگه این اون چارچوبه خیلی به ما این اجازه رو نداد نمیده درست. که نقمه خودمون رو بخونیم نقمه شبیه شده براتون بگم که آها این هم, هم که من به این در و اون در زدم این قسمت و حالا این پرسش ها رو صحبت کردم مطرح کردم اولش که گفتم بیایم بشینیم مثلا دور هم فکر کنیم و نمیدونم این سوالات رو از زندگی خودمون بپرسیم این در واقع منظور این نبودش که این باور و غلطه این باورایی که از بیرون به ما القا شده فکر کنم همه تا یه حد خوبی سرش به توافق رسیدیم که اینا از بیرون به ما رسیده شاید هم خیلی نرسیده باشن یعنی آه. این توافق رو با ما نداشته باشن بگن که نه اصلا اینجوری نیست مثلا من خودم رسیدم درست غلطی وجود نداره حرف ما لزوما درست نیست میتونه قطعا غلط باشه ولی من که اینا رو مطرح کردم منظوری نبود که ما دیگه بشینیم همه چی رو مثلا زیر سوال ببریم و اصلا به ایمان میگید که خیلی دپرس شدیم و اینا نه بحث این نبود بحث این بود که این میتونه خوراک خوبی برای مغز باشه برای مغز ماها که به این چیزا فکر کنیم خیلی ساده است یعنی آقا من قرار برم مثلا شروع کنم درس بخونم من فکر میکنم چرا این کارو بکنم نه نکردیم اصلا واضح بود آقا پسر خوب دختر خوب درس باید بخونه جوونه خوب باید هیچ این سوال رو نمیکرد بیست بیاره آره چرا هر چیز دیگه ای نمیدونم سالم باشی نمیدونم اخلاق با این چارچوب اخلاقی مثلا زندگی کنی هیچ وقت ما این سوالات رو نپرسیدیم نه اینکه لزوما بد هم باشن میتونن خیلی هم خوب باشن ولی قطعا نپرسیدیم این سوالات بعد این هم من بگم برای اساس چیزی که حالا من خوندم این اونور اون ور مثلا آدم های اونه که سنشون بالاتر بوده و شاید حالا تو جوونی هم این مدل سوالات رو داشتم این نوید رو من بدم که ما که شروع کنیم به مسائل فکر کردن نه تنها به این نقطه میرسیم که مغزمون رو با جوابای قطعی آروم کردیم که برعکس میشه توی همین مسیر فکر کردن به این چیزا انقدر در در جدید انقدر احتمال جدید انقدر شک جدید برومون باز میشه که این مغزمون که آروم نمیشه که هیچ یه عالمه سرگرمی جدید هم براش ایجاد میشه. جالی شد دیگه. آره ولی این لزوما بد نیست میگن اصلا شاید لذتش تو این باشه که شما غرق تو شک باشی به هیچ چیزی مطمئن نباشی و هی سناریوهای مختلف توی ذهنت باشه هی درای جدید برود باز بشه و همچون که هی پایین تر میری چیزهای مختلفی پیدا میکنی این حرفای من بود راجع به این قاعده بازی من در آخر میخواستم تشکر کنم از یه گروهی آه آه اون گروهی آن. که رفتن آبر بانک های تو ایران رو ضد عفونی کردن و این آبر بانک ها سوختن 64 سو تا چهار... آره من فقط چیه قضیه <تصفح> من فقط میخواستم از این حرکات جهادی تشکر کنم آقا ما به خیر شما امید نداریم شما شهر نرسونید اینا رفتن شهر رو تمیز کنن شهر رفتن بشورن آبربانک رو ضد عفونی کردن آبربانک سوخته بانک دیگه پول نمیده چون غیر اصولی ضد عفونی شده بعد خبر آور رسید که خبر رسید آره خبر رسید که اینا که ضد عفونی کردن یه برچسب میزنن روی این دستگاه که این آبربانک در تاریخ فلان ضد عفونی شد بله اولا که شما برچسب رو باید تولید کنی یه هزینه ای هست دوم که دوست جهادی بعدی که میاد دوباره ضد دو فونی کنه برچسب قبلی رو بکنه یعنی شما داری یه آه. هزینه اضافه میکنی به سیستم شهری اینا رو هم به کنار اون رو ضد عفونی کردی اون پنج دقیقه ضد عفونی مون دیگه نفر بعدی که اومد دستت که دوباره از اول ما آه. فقط دوست داشتم آخر این اپیزود تشکر کنم از کسایی که شهر رو ضد عفونی کردن برای ما <applause> بعد دیدی با کاملا چیکار کردن حالا یه سریاشون نه تل گذاشتن روی کل صفحه که اینا میخوان شما معلوم که هر لحظه امکان داره اینا بیان خوب زده یهو بیاد یارو به زده و فونی کرده ها هم نمیشه از قبل نه نه نصف شب کرده فیلماش در اومده چی بگو یه بار دیگه من نفهمیدم نه بس یه سری بچهای مردمی ان یا دولتی ان بچهای بسیج سری مسجدای محل بودن چی بگو چیکار کردن ببین اینا یه محلولی درست کرده بودن از اینا پمپیا که میزنی بعد میگیری رو ست چجوری یه بار دیگه توضیح میشه بدی؟ <تصحیح> اینا رو بعدا بعد. <تصحیح> اینا رو میگرفتن به, به شدت میگرفتن توی همه سوراخ و درز و و اینا و خب اینا لیک میکرده نش میکرده میکرده برد چیز آره همه رو سوزوندن بعدم هم الان همه قطعاتش اینا جزو چیز قطعات وارداتیه که همش تحریمه کلا دیگه اونا آره طرح. من ف... آره واقعا من اینجوری یه در واقع گذار داشته باشیم از حرفایی که زدم به حرفایی که فرضت قرار بزنه با این تشکر که دستتون درد نکنه تو شویی کردن چیزا رو آور کارو آره شوستن. این چیزه بود جوکه بود یارو مزاحم تلفنی بود جوک نبود زنگ زد خونه یکی گفتش که هر چیزی که توی پریز برق دارید بکشید از برق بعد یارو <تصفح> گفت چرا ما داریم اداره مخابرات رو میشوریم نمیخوایم گت تسالی بعد اون کسی هم که اون برای خط بود رفت کشید از برق که یهو میشورن آب نیاد خب میخوای چند تو جالب هم بگی ای خدا بود یکی دو تا جالب بگی دیگه کارم کارو ما جالبم. سر جالب ها بله جالب ها میخوایم باید خبر باحال شروع کنیم که در مورد آبجو و سگه و قضیه از این قراره که یک کمپانی آبجوسازی توی فلوریدا و اسمش هم اینجا بود پرید یه کاری تو ژانویه امسال شروع کرده و اون اینه که با شلترهای اطراف اطراف شهری که هستن که سگا آره که سگ نمیدونم گربه اینا رو پیدا میکنن و نگهداری میکنن یه نگهداری میکنن تا یه نفر بیاد اونا رو به سرپرستی قبول آره اسمش هم موتور ورکس بروینگ خب اه... یه پروموشن در واقع تو جانویه شروع کردن که بیان عکس این سگا رو بذارن روی قوطی های آبجوشون و وقت بفروشن و ایده هم اینطوری بوده که افرادی که میخرن و آبجوها رو استفاده میکنن عکس ها رو ببینن حالا اگه دوست داشته باشن اون سگی که میبینن یه کمی هم در مورد سگ می نویسن اسمش رو نمیدونم چه جوری پیدا شده و کاندیشنش چیه و اینا بیان این سگا رو به ادابت کنن شون رو قبول کنن بعد اتفاقی که میفته یه خانومی که سگش رو سه سال گم کرده بوده میره از این آبجو میگیره و همینطور داشته میخورده آبجو رو یه همه که عکس سگش اونجاست و زنگ میزنه و خلاصه خود سگه بوده بعد سه سال اینا خودش ها. برداشت گوشی یعنی خود س... <تصفح> خب بعد سه سال میرسم به سگ شانسی یعنی طریقه... رو یکی دیگه میتونسته برداشته باشه آره حالا نمیدونم چه جوریه که همه بطری فرق داره یا چی ولی ام. عکس سگا هست روی میدونی که این اتفاق چه شکلی افتاده <تصفح> نه نظام داری انرژی های جهان اینو دست به آره فکر کنم انرژی فرستاده یه خبر یه من خونده بودم نمیدونستم فکر کنم در موردش کارون یه بار گفته بود اینا که تو ایران تو دبیرستان مبحث انتگرال رو برداشتن دیگه و تو دانشگاه میخونن ام من خب خوندم وقتی خبر دیدم از ایران خیلی نظرهای مخالف و موافق اومده بود میخواستم ببینم من که خودم ایران درس نخوندم ولی نظر مثلا کارون چیه که این اتفاق افتاده ببین این که حالا انتگرال توی دبیرستان باشه یا نباشه خیلی توی زندگی ما ها فرق ایجاد نمیکنه چون مفهومیه <applause> که شما تو زندگیت استفاده نمیکنید زندگی, نمی زندگی روزمره من هر روز استفاده <ENNIS> هر روز انتگرال هر روز ولی خب بالاخره اگه وارد دانشگاه بشی حالا که ریاضی و اینا توش باشه قطعا باید انتگرال بخونی حالا اینکه تو دبیرستان یادش بگیری یا دانشگاه خیلی فرقی نداره به نظر من سوال چیه در واقع اگه اینو از دبیرستان حذف کردی چی جاش می‌ذارید سوال اینه اگه دارید یه چیزی میذارید که به درد زندگی روزمره ما بخوره اگه داری روابط عمومی میذاری که ماها توش بدیم اگه داری هنر گوش کردن میذاری اگه چه میدونم اه... نمیدونم ارتباط مفید. با جنس مخالف داری میذاری این خوبه ولی اگه داری یه چیز چرند دیگه میذاری توی اون نظام آموزشی به جای انتگرال این کار قطعا اشتباهه <applause> چون بالاخره انتگرال علمه و شما اگه دارید واقعا یه خرافه جدید و وارد مغز و شما میکنید اون کارتون اشتباهه ولی اگه چیز مفیده قطعا استقبال میشه این نظر شخصی منه جالبه ایشالا که مورد پسند باشه پس نه <applause> 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 از اون کامنت های علکی فرهادی دادم درش آقا ببندیم اپیزودو ببندیم جالب داشت بکنم جالب دارم میخواستم چند تا کامنت بخونم آره کامنت ها رو نخونم نه ها میگم میخواستم این کامنت ها رو بخونم آه آه, خوانم. اه, اه خوانم. من اه میتونم از, از توییتر شروع بکنم اگر بفرمایی یه نفر پرسیده بوده که توی توییتر دورسا پرسیده بود که بابا چطوری پادکست های طولانی رو گوش میدید من اومدم چند حالا یه پادکستی رو برای بار اول گوش بدم دیدم یکی دو ساعته و اصلا نمیتونم فکر کنم که انقدر میتونم تمرکز بکنم بعد یکی یه دوست خوبی اومدم بهشون مسیج دارن که گفتن پادکست گوش بده خیلی باحال اصلا حوصله آدم سر نمیره بیشتر اپیزوداش هم سی 40 نمیخواد آره داره. تمرکز دمشون گم. بعد یکی دیگه از آخه اسم پادکست دیگه رو نمیخوام بیارم شاید نه، دوست نداشته باشه. آها آه, آه، یه اه... چیزی رو من بگم خوب شد اینو اسمو گفتی راجب هم این اپیزود قبلی که ما رفتیم آقای یوال نوا حراری که صحبت کردیم یه سری من دیدم کامنت حالا این ورون ور بود که گفتن که اگه اشتباه کنم ناوکست پادکست ناوکست ظاهرا این کتاب رو با نمیدونم ترجمهش حالا خط به خط خوندن یا حالا هر چیزی گفته بودن کاش اونو اشاره میکردید خب من الان اشاره کردم من اون موقع نمید. که داشتم راجع این موضوع صحبت می‌کردم اصلا حواسم نبود که این هست ولی شنیده بودم از دور و که ناوکست هم این کارو کرده اگر حوصله خوندن کتابو ندارید احتمالا شنیدن اون پادکست هم میتونه خوب باشه دمش هم گرم کسی که این کارو کرده دیگه یه دیگه هم یه مهراز توی توییتر پرسیده که به صورت روزمره از یوتیوب چی نگاه میکنید که محسا بهش گفته بودش که موزیک ویدیو و اجراهای زنده تیکه های باحال برنامه تلویزیونی خودکست تصویری همین که دمشون گرم دیگه این کسایی که دارن حالا در مورد به قول معروف یوتیوب ما رو دارن پروموت میکنن جاهای مختلف خیلی به اون کمک میکنه ما از موقعیم که فکر کنم هفته پیش بود که من گذاشتم توی اینستاگرام گفتم که تقریبا 50 درصد کسایی که یوتیوب رو نگاه میکنن متاسفانه سابسکرایب نکردن و اگر که به هزار برسیم یه جایزه ای حالا به تعدادی از شنونده و یکی از شنونده ها میدیم که تقریبا 65 درصد این راه رو ما رفتیم ایوان. بکنم با این اگه پیش بریم تا آخر ماه دیگه جایزمون رو بدیم در مورد جایزه ها میخوایی سری چیز بگم چی گفته بودم بگو. از یک دستگاه آپارتمان داشتیم تا چه میدونم آیپاد از این ایرپاد یا مثلا چه هم بنز مرسدس مثلا چه میدونم AMG فلان همه خوش خدا را شکر احتمالا تو بهترین حالا جایزه که ما بتونیم بدیم باشه که فرهاد سر پا وایسه الان لطفا سر پا این نست ما رو به ما جایزه میدونیم نه ولی یه عکس خیلی زیبا از فرهاد با لباس زیباش چیزی که خیلی گفته بودن که برای من جالب بود تعداد زیادی از آدم به این اشاره کرده بودن این بود که دوست دارن یه بار مهمون خودکست بشن توی برنامه اگر که اتفاق بیفته که میتونه به نظر من آیدیا جالبی باشه لایو و اینا میخوای چیز کنیم لایو انجام بدیم آره مثلا مهمون که میگی مثلا تو لایو بیاریمش آره. آره. آره آره, میشه این کارم کرد میگم حالا ما داریم بهش فکر میکنیم احتمالا اه یه سری مایلستون یا فارسی چی میشه مایلستون همین ما مایلستون یه هدف گذاری مثلا یه, هدف. یه آره یه هدف گذاری میکنیم برای حالا رسیدن به تعدادهای مختلف به صورت کاملا نامینال یا عددی برای مثلا یوتیوب اینستاگرام و اینا و یه سری جایزه های مختلف رو به دوستان مختلف میدیم و سعی میکنیم که اون جایزه های ارزش مناسبی هم داشته باشه هم مادی و هم معنوی فرضا تو چی داری توی بقیه پلتفرم برامون من ادامه حرفی کارون در مورد اپیزود قبلی خودش گفت بگم که 215 واقعیت تخیلی بود سارا توی یوتیوب گفته در حال خوندن کتاب چگونه انسان قول چگونه انسان قول شد هستم این اپیزود خیلی به موقع و عالی بود مرسی شاید اونم هم کتابی باشه که خوب باشه تو این رابطه ساغر اول من این کامنت رو که خوندم نفهمیدم منظورش چی بود گفتی که احساس میکنم وقتی که فرزاد یه اپیزود بره من اول که خوندم فکر کردم منظورش اینه که دیگه من دیگه برم. نباشه یه اپیزود خدافظی یه اپیزود, اپیزود, اپسید اپسید اپیزود نباشه شکست <laughs> بعدی خوندم دیدم که لطف داشته و میخواد که من یه اپیزود آره بیرم. فراد فرزاده هم میتونن یه گوشی از کار دست بگیرن <applause> حتی فرهاد هم میتونه حتی فرهاد هم حتی فرهاد هم میتونه یه گوشی از کار رو دست بگیره اگر که بخواد آره گوشی رو انتخاب کن دست بگیر آره دیگه میتونیم فکر کنم خدافظی کنیم کست باکس نداری کست باکس داریم چرا محسن از کست باکس گفته بود که فکر در مورد باز اپیزود کارون بود گفت که من که چیزی از این اپیزود نفهمیدم ولی متوجه شدم سرد مزاج و بلغمی هستم از بس که ایمان گفت واقعا این خیلی مهمه که بدونی سرد سرد مزاج و بلغمی و جاجی و استریچی اینا هستید یا نه تا بعد اینم یک سری از اون چیزاست که شما میتونید بشینید در موردش فکر بکنید که ببینید چه جور اخلاقیاتی دارید خب دیگه چی یوتیوب اینستاگرام اینستاگرام مایا حالا اشتباه فکر کنم دارم میگم ولی گفته که تصورم از چهره هست ستای شما یه چیز دیگه بود کلا ما هم همینطور خودمون هم فکر کردیم اصلا... یه قیافه دیگه اینه <laughs> آره حالا دونه صحبت کردیم یه لحظه میشه دونه دونه خودتون رو معرفی کنین چون هر هفته میپرسن کی کیه لطفا به ما بگید که کی کدومه من ایمانم من کردم دستم از ایمانم کارون جا خودتو معرفی کن منم کارونم فرزاد من فرزادم فرزاد فراد شما از اول ما همین رو نباید خراب میگردیم بی کردیم آره که اینا خراب گردیم فراد تا دستو برای بادا این مورد میشه شما دوتا مشکل بودید که بازم فراد جان دستور برای بادا فرادم که ولی اسممون هست مطمئن نیستم تو این رکوردینگ بیاد آره خیلی خوب ما تمام کنیم قسمت رو یک ساعت و ده دقیقه چه روده درازی کردیم ما توی تمام فضای مجازی هستم خودکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و یوتیوب هم تصویری هستیم ولی اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برامون ما پیامهای صوتی تصویری نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ